به نام خداوند پاک و بی‌نیاز، درود بر همگی شما عزیزان، روزتان بخیر. شکر خدا که امروز هم فرصت هست در کنار شما عزیزان در برنامه رسم زندگی باشیم و دوست دارم که شما بیننده ما باشین، برنامه رو تعقیب بکنین تا پایان. مواردی که امروز انتخاب شده شما هم سهمی داشته باشین در این موارد و سهمگیری شما میتونه برای ما خیلی ارزنده باشه. در ارتباط با موضوعی که صحبت میکنیم براتون یادآور میشم، اهمیت مهارت فن بیان موضوع خیلی مهمی هست که در زندگی میتونه خیلی کارساز باشه. کسایی که میخواین که سخنران خیلی خوبی باشن، در مجالس مختلف سخنرانی بکنن، فن بیان خیلی خوبی داشته باشن، از تمام این مهارت ها استفاده بکنن و نقشش و تاثیرگذاریش در زندگی اجتماعی ما چقدر مهم هست. در ارتباط با تمام این موارد صحبت میکنیم. جناب محمد صفا فرزایی روانشناس و مربی فن بیان در این بحث با ما میباشند، صحبت ها را به ایشان واگذار میکنیم. اما قبل از همه 488 بعد از او کلید 47 در اختیارتان هست، 0220-2093 شماره تماسی که شما را مستقیما با برنامه وصل میسازه و همچنان رخنامه یعنی صفحه فیسبوک ما در اختیارتان هست. در صورتی که صفحه ما را تعقیب بکنین میتونین موارد دریافت بکنین، پرسش ها، ذهنیت ها، مشکلاتی که در جامعه میبینین و یا مواردی که میتونه در زندگی ما خیلی کارساز باشه ما هم در جریان بگذارین. صحبت های بیشتر با استاد گرامی. سلام، وقت شما بخیر. زنده و سلامت باشین. بر سلام احترام خدمت شما، خدمت اعضای بیننده. آرزو دارم که بعد از ظهر بسیار خوب و خوش داشته باشین. سلامت باشین، ما هم بر شما چنین آرزویی را داریم. در نخست در مورد فن بیان معلومات کافی از شما. قسمی که ما شما میفهمیم، ما در دنیای ارتباطات زندگی میکنیم و 85% بیداری ما مربوط ارتباطات است و اگر 15% شده نظر بگیریم که مربوط خواب ما میشه. پس کسی خیلی فایده میکنه که امی ارتباطات خیلی خوبی داره و یکی از وسایل ارتباطات یا یکی از وسیله های ارتباطات فن بیان است. روزی که ما فن بیان میگیم زیاد از فکر میکنه که ما زمان بریم پشت میز خطاب استاد شویم، سخنرانی بکنیم. حالا بعضیا مثلا سواد نداره، ما را چی دیگه با بیان؟ یا مثلا کسایی که نیاز نداره، مثلا کامپیوتر کار است، یا بالاخره یک کاری انجام میده که زیاد با مردم با کلامشان یا با ای که گفتگو بکنن سرکار ندارن، فکر میکنن که نیاز نیست. بله، اما در کل فن بیان یک مهارت است و وقتی ما تعریفش میکنیم میگیم در هر زمان و هر مکان صحبت کردن. این مربوط ما نیست که در یک محفل است، در روی سرک است، در یک برنامه است، در خانه است، کجا هست. بیاین ببینیم بر خانواده ما شما نگاه بکنیم، چرا زیاد از خانواده ها، چرا مثلا خانم و شوهر از همدیگه طلاق گرفتن؟ حتی طلاق نی که از همدیگه جدا باشن، زیر یک سقف زندگی میکنن، همه ارتباطاتشان خوب نیست. چرا بیان خوب نداره؟ بله. شوهر میای داخل خانه، خانم یک چیز میپرسه، عمو بیان نداره که چگونه بفهمانه، یا مثلا شوهر خانم یا خانم شوهر چگونه باید بفهمانه، از کدام در بعض وقتا هم میبینیم که موضوع دیگر چیز هست و شخصی که میخواد مفهوم برسونه به گونه دیگه میرسونه، به خاطر که مهارت فن بیان خوبی نداره و نتونست که بیانات خوبی را داشته باشه در همون ارتباط. 100%. بله، وقتی میرم تحقیق میکنم روی دانشمندای بزرگ که آلا این مردم چرا اینقدر ثروت داره، چرا اینقدر مشهور است، چرا اینقدر محبوب است، دو تا علت که پیدا میکنن، یک اونا بیان خیلی خوب دارن، دوم تجارت میکنن. پس بیان مربوط از این نیست که ما ایرا فقط برای سخنرانی، گرچه سخنرانی یک بحث جداست، خود فن بیان گرچه سخنرانی میاد در قالب فن بله. بیان همون مسئله فرق میکنه. روزی که ما بیان خوب داشته باشیم دوستای خیلی خوب پیدا میکنیم. روزی که ما بیان خوب داشته باشیم وقتی دانش، علم و وقت تحصیل کردیم، هر چیز در ذهن خود ما داریم، راحت به دیگران رسانده میتونیم، حق خود خواسته میتونیم. وقتی بیان خوبی داشته باشیم ما میتونیم باورهای خود را صیقل بتیم، باورهای خود را قوی بسازیم. مثلا من میایم رابطه با یک مساله صحبت میکنم، مثال میگم، میگم افغانستان 30 ولایت داره، یک کس دیگه میگه نه 34 ولایت داره. ببین وقتی حرف زدم اصلاح شد. وقتی بیان ما خوب باشه دیگه مشکلات روانی از ما فرار میکنه. بله. چرا یک کسی مثلا افسرده میشه؟ یک از دلایلش اینه که صحبت نمیکنه، حرف نمیزنه، اما تو کپا در دل درونش میمونه. چرا یک آدم عصبانی میشه؟ میبینی که اما قدرت استدلال نداره، توانایی ازیر نداره که بیا دلیل بگه بر دیگرا، بیا دیگرا رو بفهمونه که چی خواست داره، هدف از چی هست از این مسائل. پس یکی از مهمترین مهارت ها در سطح دنیا شمرده میشه و مربوط خرد، بزرگ، پیر، جوان، خانم یا هر کس باشه. این مهارت ها میتونه کسبی باشه یا به گونه فطری هست؟ میشه فطری هم باشه، میشه کسبی هم باشه. مثلا ما زیاد کسا را داریم حسن مهارت فن بیان یاد نگرفتن، جای برن درس بخونن، اینا هم تو بزرگ شدن میبینی بیانش خیلی خوب است، کلامش خیلی شیرین است. این حتی از همون زمان طفلیه. بله، این در حقیقت همو مسئله هست که حالا میتونیم ارسی نامش بگذاریم، اما در کل فضای خانواده و محیط هم خیلی اثرگذار هست. دقیقا. مثلا در خانواده‌ای که صحبت میشه چیگونه صحبت میشه، آیا کلمات درست صحبت میشه یعنی کلمات اشتباه، یا اونا با همدیگه برخوردشون چگونه است، آیا سایست طفل از همون زمان یاد میگیره. ببینین وقتی یک کس بیانش خراب میشه از همون جا خراب. دقیقا. میشه وقتی میاد طفل صحبت میکنه در مقابل دیگران
میگه بچه‌م گپ نزن، تو خرد هستی بین کلانا، دیگه تو نباید گپ بزنی. آی ساسه تو آی بزرگ میشه، این فکر است که کی کلان است کی خرد است، ما در کجا جای خود باید پیدا بکنم که از ما کد کوچکتر است که بر ازو بگویم. همیشه دنبال همین مسئله است، یا یک گپ میگه شبا میشه دروغ، یا یک کلمه دروغ از زبانش میاد. پدرش میگه بچه‌م دروغ گفتی، دیگه دروغ نگویی. تا کی بزرگ میشه دیگه جرأت گپ جرأت نمیکنه که بیای گپ بزنه در مقابل دیگرا. میگه یک دفعه دروغ نگویی، یک دفعه اشتباه نشه. سرزنش های دوران طفولیت میتونه تاثیرگذاری شده باشه در دوران جوانی و نوجوانی و تمام مسائل، حتی تا پیری هم همین مسئله را ما با خود ما انتقال میدیم. کاملا ببینیم داخل مکتب وقتی شاگرد میاد پیش تخته استاد میشه، اها ها ها کلی خنده میکنه، استادم یک سرزنش میکنه، بچه‌م درس یاد نداشتی، یک چوب میزنیش. ایده که ابدا تلاش نمیکنه بیاید با دیگرا حرف بزنه، یا اشتباه میکنه، همیشه میترسونن بچه‌م اشتباه کردی دیگه این گپ نزنی. او تا که بزرگ میشه دیگه این فکر است که ما چطور اشتباه نکنم، یک دفعه غلط نشه، یک دفعه کدام کلمه را غلط نگویم. همیشه از این هراس داره، همیشه از این ترس داره، در حالی که وقتی ما این مهارت داشته باشیم خیلی فایده میکنیم. دوستای بسیار خوب در کنار ما میآید، باورهای ما فوق العاده خوب میشه، ما کسی میشیم که در بین مردم شهرت می داشته باشیم، محبوبیت می داشته باشیم، کسی که ما را دوست می داشته باشد دیگرا همون شخص می باشیم. با فامیل خود، با خواهر خود، با برادر خود خیلی خوب صحبت می تونیم، می تونیم اونا راحت جذب خود ما بکنیم. کسایی را داریم امیلی، بیاین بسیار مثال ساده بتونیم، یک روز رفتم بازار می خواستیم یک جنس بخریم، 3-4 تا دکان گشتیم، هم تو آدم ها هر کدامش وقتی ما می خواهیم همون جنس بگیریم اصلا هیچ کدام توجهی نشان نمی ده. بالاخره به یک دکان دیگه رفتیم، یادم مثلا بیان خوب خوش آمدی، یعنی 3-4 جنس پایین کرد بر ما نشان داد، حرف زد. وقتی حرف زد ما قبول کردیم از اون دکان، و مطمئن هستم جالب مسئله ای است که مثلا در اون دکانی که ما رفتیم 10 نفر مشتری بیشتر هم بود، در دیگه دکان قرار هم شش تا بودن صحیح داشتن. یادم چون بیان خیلی خوب داشت دانست پول هم بیشتر به دست بیارم. بعضی اوقات از با همین بیانات خوبه که همین شخص مقابل با ما می داشته باشه، جرأت نمی کنیم که همون صحبت رو قطع بکنیم، یا جرأتی رو نداریم که بگوییم که نه مثلا من این جنس نمی خوام. نظر به همون گفتارش گره و همون گفتار میشه انسان، و بله ببینیم که چقدر میتونه تاثیرگذاری داشته باشه در زندگی. من از همین خاطر میگم که بیان تنها با سخنران نیست. حالا ما حرف میزنیم، میریم یک جنس از یک دکان میگیریم، بر دیگرا 500 افغانی میده، ما که بیان خوب داریم بر ما 400 افغانی میده. بارها تجربه شده، دوستان دیدیم از همین استفاده دقیقا کردن. پس روزی که ما بیان خوب داشته باشیم یک سرمایه هست، و این سرمایه را ما میتونیم هر جا استفاده بکنیم. بیان خوب داشته باشیم، میریم با یک کس که مثلا تجار است، از بیرون، از بیرون کشور مال داخل کشور میاره، میریم با او صحبت میکنیم، از دل ما میخوایم جنس تو را بفروشیم، میخوایم یک تجارت شروع بکنیم. فقط با حرف زدن، با بیان ما میتونیم را قناعت بدیم راحت، بدون پول مال بر ما میده. هر زمان سودا کردیم پولش برش میده، فایده هم از ما میشه. همه روزی که بیان نباشه چقدر ما دچار مشکلات هستیم. زیاد مواقع داخل دفتر اومدن عزیزا، دو نفر اومدن، خب یک کس را من میشناسم، یکی را نمیشناسم. یک کس را که میشناسم میگه مرا یادم آورده، به خاطر از اینکه این آدم چون شما را نمیشناسه، من چون شما را میشناسم به این خاطر اومدیم گپایی که اداره برای شما بگم. میگم از دل خود زبان داری، خودت بیان داری، خودت عقل داری، منطق داری، چرا از استفاده نمیکنی یا کس دیگر همراه خودت میاری؟ پس زمانی که ما بیان داشته باشیم مطمئن هستیم که مفید است، فایده میکنیم. و یاد ما باشه که اگر ما مثلا ببینیم 80% ایره ما میتونیم باید کسب بکنیم، 20% اگر هرسیست یا اموتور آمده ما ایره داریم. و یک چیز هم اشاره بکنم در این مسئله، بعضی ها امی بهانه رو میکنم، میگم من چون بیانم خوب است نیاز ندارم بیان بخوانم. بیاییم ببینیم، اگر یک کس مبارزه میکنه، مبارزه کردن همه مردم بلد است، اما کدام شخص میتونه مدال بیاره از کشورهای خارج؟ همون کسی که میره داخل یک ورزشگاه با یک استاد، با یک مربی کار میکنه، اون میتونه در ارتباط با نکاتی که میتونه ما مهارت ها رو دریافت بکنیم. به گونه شماره وار میخوایم از شما بشنویم و شما هم بیننده باشین. 0220-220-993 هم در اختیارتان هست. بعد از میان برنامه خیلی کوتاه برمیگردیم در ادامه برنامه. ادامه برنامه رسم زندگی هست. موارد مختلفی را امروز اشاره داشتیم، برمیگشت به اهمیت مهارت فن بیان و چقدر میتونه ای که به گونه اکتسابی ما تمام این نکات در ذهن خود ما داشته باشیم، در زندگی ما پیاده بسازیم و فن بیان خوبی داشته باشیم. در ارتباط با تمام این موارد صحبت کردیم و میخواهیم که در مورد نکات بیشترش هم صحبت بکنیم، چگونه میتونیم این مهارت ها را در زندگی خود ما کسب بکنیم و داشته باشیم و به گونه عملی هم تطبیق بکنیم. ادامه صحبت رو از استاد بزرگوار بفرمایید. مسئله اولی است که ما باید روی
حرمت نفس خود کار بکنیم یا عزت نفس باید کسب بکنیم. بله. روزی که کسی حرمت نفسش پایین باشه دیگه بیان خوبی نداره، نمیتونه خود ابراز بکنه. مثلا از قد خود میشرمه، از قواری خود، از صدای خود میشرمه، با دیگرا گپ بزنه صداش بعدش میاد میگه صدایم اشتباه نباشه، خراب نباشه، دیگرا قبول نکنن، یا اینکه خود کم فکر میکنه میشم والا در مقابل از یا گپ بزنم اینا بیشتر از من میفهمن. وقتی ما حرمت نفس نداشته باشیم ما درگیر از این مسائل میشیم. پس خوب است که حرمت نفس رو باید کسب بکنیم، بعد از اون بیایم بیان خوبی داشته باشیم. پس توصیه ما بر پدر مادرای عزیز است که اطفالتان رو تحقیر نکنین، لعنت کوب تنبیه نکنین. روزی که ما تنبیه میکنیم، تحقیر میکنیم، سرش نام میمونیم، اینا تمامش آسیب زننده هست. روزی که طفل مریض میشه پیش دکتر برده نمیشه، اطفالی هستن که میسوزن، اونا حرمت نفس خود از دست میدن. وقتی حرمت نفس نبود دیگه بیان نمیتونیم داشته باشیم. وقتی میشه که ما حرمت نفس کسب بکنیم، پس حرمت نفس شرطش ای است که من اول باید خودم دوست داشته باشم، خودم بپذیرم، همین قسم که هستم، صدام، چهره، قد، نام، منطقه، ولایت، هر چی که دارم، اما تو باید بپذیرم، دوستش داشته باشم. دوم دیگرا رو بپذیرم، دیگرا رو هم دوست داشته باشم. روزی که دیگرا رو دوست نداشته باشم من نمیتونم بیان خوب داشته باشم. ببینیم چقدر راحت با اعضا صحبت میکنیم، دلش هست ما اونا رو دوست داریم. اگر یک کلمه اشتباه میشه، بله انسان یعنی انسان خارج از اشتباه نیست، باید اشتباه بکنه، و روزی که انسان اشتباه نکنه کو فرشته است دیگه. پس ما میپذیریم اشتباه میکنیم، کلمه فراموش میشه، یک کپ درست نمیگم، اشتباه میگم، اما اعضا هم اعضا خوب هستن و حتما اون مشکلات نادیده میگیرن. یک روز با ما هم صحبت شدن، حتما یک یادی هم کردن، خوشحال میشیم که از اشتباهی ما بگن. پس اینجا هست که کمک کننده است که حرمت نفس تشکیل میشه، و روزی که من شرم و خجالت از خودم نداشته باشم، اضطراب اجتماعی نداشته باشم، از دیگران نشرمم، از دیگران ترس و هراس نداشته باشم، اینجا هست که کمک میکنه که حرمت نفس تشکیل شود. و همین قسم موانعی دیگه وجود داره. مثلا کسایی که میخواین بیان خوب داشته باشن باید مهارت کنترل استرس بفهمن، مهارت کنترل استرس بفهمن. کسایی که میخواین بیان خوب داشته باشن در یک مقدار در مطالعه یا اینکه دانششون بیشتر باشه یا اینکه یک موضوعی رو میخواین بحث بکنن، حداقل ذهن خود را یا حداقل خود فهمانده باشن یا باور کرده باشن یا قبول کرده باشن مساله را، اینا کمک کننده است که کسی بیان خوب داشته باشه. اما بیاین اونا یک مقدار عرفوی تر از ما اونا رو داخل کارگاه کار میکنیم. بله. فقط میخوایم روی موارد بگویم که ما حزا که در جای زندگی میکنیم و با دیگرا هم صحبت میشیم یا باشون صحبت میکنیم، بالاخره یک کار داریم، چگونه یک بیان خوبی داشته باشیم. در قسمت اول ابراز وجود بسیار مهم است. ما در جای میریم ابراز وجود بکنیم. گاهی اوقات ما داخل خانه میشیم مثلا کسی نمیفهمه کی اومد، همین که ما میریم یک دروازه را تکان بدیم، بالاخره یک کاری بکنیم که ابراز وجود شوه. یا مثلا میریم سلام نمیدیم، یک دم در زیر زبان خود میگیم، خوب از بلند حرف بزنیم، سلام بگوییم، کمک میکنه که ما بتونیم در مقابل دیگرا خوبتر بدرخشیم، خوبتر صحبت بکنیم. در قسمت اول ابراز وجود. بعد از اینکه ما ابراز وجود داشتیم، زمانی که ما با دیگرا حرف میزنیم یک سلسله مهارت ها را در اون قسمت در نظر بگیریم، یا یک سلسله مسائل را که میخوایم اشاره کنیم. مثلا زیاد از دو حرف میزنن بسیار آرام آرام حرف میزنن، همین آرام حرف زدن باعث میشه که هیچگاهی اما گپشون جذاب نباشه، صحبتشون جذاب نباشه. در بعضی وقتا میبینیم که معلومات خیلی خوبی دارن اما به اندازه آهسته صحبت میکنن که ما نمیتونیم که همون مفاهیم درک بکنیم، و همون آهسته صحبت کردن هم یا همون پخش صحبت کردن صدا که میتونه در این دقیق قسمت موضوع خیلی مهمی باشه، هم باعث میشه که صحبت ها جذابیت خوبی نداشته باشن. بله، وقتی ما آرام حرف بزنیم خسته کن است دیگه. خوب از یک مقدار کلام و انرژی داشته باشه. ما هدف ما این نیست بیم چیغ بزنیم، کلام ما انرژی داشته باشه. وقتی من گپ میگم آرام آرام میگم دیگه خواه خوشایند نیست، همین که میگم سلام کمی بلندتره، کمی قویتره، کمی خوبتره، کمی کلام انرژی داشته باشه و ما با مخاطب خودم صحبت باشم، کمک میکنه که بیایم درگیر صحبت شویم. خیلی خوب است. مسئله تشویق کردن، ترغیب کردن مخاطب خیلی خوب است. ما با کسی که هم کلام میشیم، با کسی که هم صحبت میشیم، ولو خواهر، برادر، پدر، مادر، دکاندار، هر کس باشه، بیایم از اون تشویق داشته باشیم. نظر به کارش هست، لباسش خوب است بگوییم، یا کسی از یاد تلاش میکنه، زیاد زحمت بکشه، حتما یاد بکنیم. امی مهارت باعث میشه که او آدم جذب ما شود و ما آیستای سبتانم اثرگذار باشم. خیلی کمک کننده هست. وقتی ما با دیگرها حرف میزنیم، وقتی ما با دیگرها درگیر صحبت میشیم، اگر فاصله ها یک مقدار نزدیک تر باشه خیلی کمک میکنه که ما بتونیم ارتباطات خوبی داشته باشیم، بجایی که ما دور باشیم. یا ارتباط چشمی خیلی خوب است. ما زیاد موقع صحبت میکنیم، خانم شوهر صحبت میکنن، قرها طرف تلویزیون یا کسی داره دیگه صحبت که در اول است، آسیب زننده هست. ما باید از این شیوا استفاده کنیم. فکر میگم خیلی بی تفاوت هست و با صحبت های ما گوش نمیکنه. بله، خود مهارت شنیدن یکی از مهمترین مهارت ها از در فن بیان. روزی که بیان ما خوب است به این معنا نیست که ما دیگه چون بیان
خیلی خوب است، تمام گپا را ما باید ببینیم، ما باید به فرد مقابلم اجازه بدیم ما حرف بزنه و ما شنونده خیلی خوبی باشیم. شنونده بعضیا گوش میکنن، بعضیا فقط میشنون. حالا گوش کردن مهارت بسیار فوق العاده است، باید ما اینو داشته باشیم، باید گپای نفر مقابل را تعقیب بکنیم، حتی با سر تکان دادن، حتی با با سوال کردن از گپشان خیلی کمک کننده است که ما میایم درگیر میشیم و بالاخره بیان خوبی کسب میکنیم، یک گفتگوی خیلی خوبی می داشته باشیم، یک مصاحبه خیلی خوبی می داشته باشیم. زیاد مواقع از اضافه فکر میکنن، چون وقتی میگن بیان خیلی خوب داشتی، پس هر جور سوال که از یک کس نام چیست، نمیفهم چطور هستی، فامیل خوب است، فقط همقدر بلد هستند. اما بیایم یک مهارت کمی عرفوی تر میخوایم بیان بکنم که چی گونه ما بیایم خود ما درگیر صحبت شویم و دیگران هم اجازه بدیم که حرف بزنن. وقتی ما در یک محفل داخل میشیم، وارد میشیم، از سوال کردن ها زیاد کسی زیاد از دار خوشش نمیه. کسی میگه ماش چند است، میگه با تو چی، کی وظیفه داری، میگه حتما کدام مقصد داره پرسان میکنه. ما میخوایم دیگرا در مورد موفقیت گپ بزنن، ما میخوایم رابطه با مریضی گپ بزنن، ما رابطه با هر چیزی که ما میخوایم، وارد حریم خصوصی شخصی نشیم. ما چی میکنم، ما میایم همین گپ، من میایم مثلا با دیگرا میگم ببینید زیاد مواقع شده ما داخل یک محفل میشیم، والا مریض هستم دندانم درد میکنه، او دیگه میگه آ والا دندانم هم درد میکرد، من رفتم پیش دکتر، نمیشه قپول مصرف کن، فلان دکتر بسیار خوب است. دیگه چی میگه، ای بیا شماره تماس دکتر کار کرد، بیا ما درد بتم. دیگه احساس ببین که اینمی یک بحثی که داریم، یک گفتگوی که داریم، کلا گید یک دکتر میشه، یک مریض میشه، یک نظر صاحب نظر میشه، کلا گمو گپ میزنه. اگر ما بیایم سوال بکنم کی دکتر دندانم شناسه، هیچ کسی هم نمیشناسه، میگم هیچ نمیگم. ببین چقدر خوب است، پس ما خوب است که بیایم حرف بزنیم، ما حرف بزنیم، دیگران میان رابطه با او حرف میزنن، انگیزه های جدید را هم ایجاد بکنیم و از مهارت هایی که در ذهن ما هست اونا را هم پیاده بسازیم که در همون دقیقه میتونه خیلی مفید باشه. در کنار تمام این موضوع یک موضوع دیگر را هم اشاره بکنیم، کسایی که بیشتر سرکار ندارن با اجتماع و همین برشون مشکل ساز بوده و بیان خوبی دارن اما نزد خودشان و میره نتونستن که در بین دیگران مثلا نمایان بسازن و میخواین که چنین یک شخصیت هم داشته باشن، در این وقت اونا باید چه کاری را انجام بدن؟ در قدم اول ما مطمئن هستم که اونا نمیخواین، خودشان نمیخواین. وقتی ما بیان خیلی خوب دارم، به این معنی که من قدرت دارم، من از قدرت استفاده نمیکنم، پس زمانی میشه که ما باید بخوایم و اول پیش از خواستن ما باید توانایی خود بشناسم، ما باید قدرت مغز خود بشناسم، ما باید اینو بشناسم که وقتی یک کس بیان خوب داشته باشه دیگه همه چیز داره. وقتی ما توانایی خودش رو ناختم، قدرت خودش رو ناختم، قدرت انسانش رو ناختم، پس اون زمانی است که باید باز ما بخوایم که بیان خوب داشته باشم. حالا بیان خوب زیاد از فکر میکنن اگر من مطالبه کنم خیلی خوب میتونم مهارت کسب بکنم. خوب است که ما رابطه با خود مهارت و دانش کمی اشاره بکنیم. در ارتباط با همین موضوع میشن فعلا تماس داریم. سلام، وقت بخیر. تشکر خواهر عزیز، خیلی خوش آمدی، بفرما. میخواستم درباره یاد فراموشی برام معلومات بدم. در ارتباط با یاد فراموشی پرسش دیگه ندارین عزیزه؟ نه خیلی پرسش دیگه ندارم. ممنونتان. یاد فراموشی قسمی هست درستان بفرمایین. درستان میخوانم دوباره زود فراموشش میکنم. چند سال هستین خواهر عزیز؟ ممنونتون، سپاسگزار از اینکه در برنامه تماس گرفتین. 17 ساله هستن و یاد فراموشی که داره میگن که درس می خونم اما زود فراموش میشم. پیش از اینکه به سوال خواهر ما جواب بدیم، فقط روی از این مسئله کوتاه بگیم، یکی ما مهارت داریم، یکی دانش داریم. دانش میشه از کتاب آموخت اما مهارت باید عملی کار بکنیم. مثلا ما میخوایم یه غذا پخته بکنیم، میتونیم بریم در اینترنت جستجو بکنیم، یک کتاب بگیریم، فقط بفهمیم که کدام مقدار باید ما علاوه بکنیم از اون موادی که هست. اما وقتی ما میخوایم آشپزی یاد بگیریم، باید بریم مهارت یاد بگیریم، ما باید بریم نزد یک کسی کار بکنیم که این مهم است. کسایی که میخوای بیانش خوب شه و یک طریق میشه مطالعه بکنن اما 40% کمک میکنه، 60% دیگه باید برن نزد یک مربی که کمک کننده است. بیایم راجع به سوال خواهر ما، مسئله یاد فراموشی تنها خود این مسئله نیست که ما یاد فراموشی میکنیم، حتما مغز ما مشکل داره، حتما حافظه ما مشکل داره، دلایل خاص خود داره. فقط میخوایم کوتاه اشاره بکنم، روزی که ما یاد میگیریم یک چیز را یا ما میخوایم به حافظه خود بسپاریم، یکی از مسائلی که میتونه یکی از نقاط ضعف یا مواردی که باعث میشه که یاد ما برای یک موضوعی است که ما
موضوع رو درست یاد نگرفتیم. مثلا یک کسی خوانده سرسری خوانده، یک کسی خوانده تمرکز حواس نداشته، توجه نداشته، اینی مثلا باعث میشه که ما موضوع رو درست یاد نگیریم. اما موارد دیگه هم هست، مثلا کسی که خوابش خراب باشه، حافظش خراب میشه، درست یاد نمیگیره. کسی که تشویش داشته باشه، بیای تشویش بکنه، دیگه درست یاد نمیگیره درس. کسی که در اجتماع نره، با دیگران صحبت نکنه، گوشه نشین باشه، همیشه درگیر افکار منفی در ذهن خودش باشه، موضوع رو درست یاد نمیگیره. بله، تمرکز حواس نداشته باشن کاملا آسیب زننده هست. کسی که همیشه گریه میکنه، کسی که دلتنگ میشه، اینا هم گرچه علائم افسردگی هست، اما اینجا حافظه رو خراب میکنه و حافظه رو به مشکل متوجه میسازه. یکی دیگه مسائل خود کمخونی هست. روزی که ما کمخون باشیم، روزی که کمبود ویتامین ها باشه، روزی که ما درگیر مشکلات روانی، استرس، افسردگی، استراف و اینا باشیم، روزی که کم خواب باشیم، روزی که مواد مخدر، روزی که دود، اینا مثلا یک جایی هستیم که دود از غبار است، اینا تمامش آسیب زننده هست برای حافظه و خیلی خیلی کم برمیخوره به مشکلات مغز و حافظه. که کسی مشکل عصبی داشته باشه و درس درست یاد نگیره، فقط به خاطر از اینکه درس درست یاد بگیرن باید اینی عوامل حل بکنن تا بتونن درس خوب باز هم تماس داریم. سلام، وقت بخیر. صدای ما رو میشنوید؟ صحبت بکنید. سلامت باشین برادر عزیز، خیلی خوش اومدین، بفرمایید. تشکر، بخیر باشه استاد گرامی. استاد نکات علمی را اشاره کرده، تشکر از این برنامه زیبه کن. لیکن ما هم یک مشکل دارم استاد، گرد که نخود ما از پانسون کابل از شریعت بارغ هستم، لیکن از این نکات احمده که شما اشاره کرده که امی تهدیده که کسی در پانول میشه در سن تفولیتی جفا از این امو چیز هست که کنترل انسان از دست میکر. لیکن ما همیاله از شریعت فارغ هستم، خودم همی بیان نمیتونم یک جای بخیدم یک چند کلمه گرد بزنم، حتی اگر که جای گرد بزنم ضربان قلبم بالا میره، زنگم تک میپره، بازم با وجود از این میگم باش میگم این مشکل من حل شد، هر چی میکنم بازم این مشکل من حل نمیشه. ممنونتون، سوال شما رو گرفتیم، بیننده باشین، پاسختون همچنان دریافت میکنیم، بفرمایید. پیش را اشاره کردم که ما باید بریم نزد یک مربی، باید ای را یاد بگیریم، اما خود ما چیکار بکنیم؟ گاهی اوقات زمین مساعد نمی باشه، مشکلات می باشه، مربی پیدا نمی تونیم، چیکار باید بکنیم؟ برادر عزیز، در قسمت اول شما امو اطلاعاتی که دارین باید روی ازو باور داشته باشین، او را بپذیرین، خوب روش کار بکنین، کروچی مسئله کار میکنین. بعدش هم وقتی که ما روی اطلاعاتی که داریم خوب پابند بودیم، فهمیدیم، درکش کردیم، باور داشتیم، بعد از این چند تا تمرین خیلی ساده را میگم شما در خانه میتونین انجام بدین. پیش از اینکه میخوابین 10 دقیقه الی 15 دقیقه شما تصور میکنین که شما رفتین پیش استیج یا روی استیج یا مثلا با مردم یا هر جایی که شما میخواین اونجا سخنرانی بکنین، صحبت بکنین، تجسم میکنین که شما همونجا هستین، حرفای بسیار بسیار خوب میزنین، همگی کف میزنن، شما را تشویق میکنن. اینا هر روز ایره چند بار تمرین بکنین، اگر مثلا روز 3 بار بتونیم خوب است، اگر روز یک بار هم بتونیم کدام مشکل نیست، مثلا در پیش از خواب، در جریان روز و دیگه اوقات میتونن از گوشی های تلفن خودشون هم استفاده بکنن که یک تکنولوژی خیلی خوبی هست و در اینجا میتونه موثریت داشته باشه. تو همون وقت ویدیو میگیرن دوباره میتونن که وقت ببینن، تماشا بکنن، نکات منفیش هم حل بسازن. فقط یک تا مسئله است که در یعنی تجسم است، چون ما با تجسم کار میکنیم. دومی که بیشتر شما گفتین، حالا ما میتونیم مثلا تلفن خود بانیم، صدای خود ثبت بکنیم، صحبت بکنیم، تصویر خود بگیریم از اینا. بعدش هم مقابل آینه میشه، بعدش هم مقابل آینه صحبت بکنیم، با اطفال صحبت بکنیم، بشینیم همون گپایی را که میگیم از اطفال شروع بکنیم، با اطفال صحبت کردیم، کار را که لر میکرد، میتونیم بالشتا را از تمام خانه جمع بکنیم در خانه بانیم، بگوییم اینا آدم از گاهی اوقات این مقوله است، میگن خب شما آدم ها را گلپی فکر بکنین، نمیگیم شما گلپی ها را آدم فکر بکنین، چرا؟ عقل داره، منطق داره، باید بیاییم با اونا صحبت بکنیم، چند دقیقه که حرف زدیم یا هر روزی کار خود تمرین کردیم، بعدش آیست آیست میتونیم با دوستای خود شروع بکنیم، دو تا سه تا دوست گپ ما را میپذیره، بگوییم بیا ماما یک موضوع را میخواییم با شما بگوییم شما ببینین چطور است. بر اونا که گفتیم آیست آیست میریم داخل یک سمینار و خدا به خداوند متعال میسپاریم، روزی که اشتباه هم کردیم کردیم، اصلا کسی نمیگه که استاد چه ما را آسیب بزنه یا ما را بدوانه، هیچی کدام اتفاقی نمیفته. حتما وقتی ما حرف زدیم، سخنرانی کردیم، گپ زدیم، یک اشتباهی انجام دادیم، حتما دیگران ما را تشویق میکنن، انسانای خوبی که اصلا انسانای حسوده نمیخوایم یاد بکنم، همه انسانای خیلی خوب، گپ خوب ما خوششون میآید و از گپ خوب ما خوش میشن، تشویق میکنن، کمک میکنن. سپاسگزار از که در برنامه تشریف آوردن، سپاسگزار از همراهی همه شما عزیزان. برنامه های ما رو میتونن از طریق کانال خورشید در یوتیوب هم تماشا کنین. بدرود.